یک سخنگوی قصر سفید با نشر بیانیه‌ای به روز دوشنبه میگوید که ادعای نقص جدی طی مراحل قانونی و احتمال سوء رفتار در این قضیه را یک تصمیم نادرست عنوان کرد. در بیانیه آمده است که روسیه تعداد و ارزش‌های جهانی را به شمول اعاده قانون، مختل ساختن بازسازی و همچنان توانایی خیش در ایجاد روابط عمیق با ایالات متحده را نقص نموده است. وکیل مدافع خودروفسکی این حکم را غیر قانونی می‌داند. موضع مشترک ما البته هر دو میخائیل خودروفسکی و پلاتین لیبادوف موکلین ما طوری است که ما در اینجا با کدام اشتباه غیر قانونی معامله نداریم. البته ما در اینجا با یک حکم همدی غیر قانونی مواجه هستیم. این تا اندازه غیر قانونی است که شکل اعتراض آمیز را با خود در محکمه گرفته است. خودروفسکی زمانی از جمله یکی از ثروتمندترین اشخاص در روسیه به شمار میرفت. وای همراه با لیبادوف متهم با تقلب و دزدیدن 27 میلیارد دلار عواید گردیده است. قرار است آنها به اتهام فساد وارده اولیه در نپرداختن مالیات هر یک محکوم به مدت 8 سال قید زندانی گردند. ولی وکیل مدافع وای میگوید که آنها تقاضای احکام جدید را خواهند نمود. آقای خودروفسکی تمام این اتهامات را رد می‌نماید. پسر وای میگوید که پدرش قربانی انتقام جویانه سیاسی گردیده است. My father, Mikhail Khodorkovsky. پدرم من حیث یک زندانی سیاسی در روسیه است. قاضی امروز در جریان محاکمه دوم خیش حکم گناهکاری را اعلام نمود. ما علیه این تصمیم اعتراض می نماییم به دلیل که پدرم بی‌گناه است و وای قربانی پایکرد سیاسی و قربانی انتقام جویانه شخصی پوتین گردیده است. خودروفسکی و طرفداران او میگویند که وای به خاطر اینکه از کاندیدان مخالف حمایت میکرد و همچنان از رئیس جمهور سابق ولادیمیر پوتین که حالا سرازم فعلی روسیه میباشد انتقاد مینمود مجازات میگردد. آقای خودروفسکی رئیس سابق شرکت نفت یوکاس بود که آن را قصر کرملین و شکسته هلام نمود و غصب کرد و تمام دارایی آن را به فروش رسانید. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.